امروز در فضای رسانه‌ای و مجازی ایران و جهان بازتاب خیلی گسترده‌ای داشته و احساسات خیلی ها رو تحریک و تهییج کرده. ناداوری و اینا هست، ولی این یکی دیگه آخرشه و شاهکاره و نباید قاعدتا اینطور میشد و اتفاقی که شاید حالا از کنترل خود IWF فدراسیون جهانی هم خارج شده باشه. به هر حال حالا میخواییم امشب راجع به این داستان صحبت بکنیم، راجع به بهداد سلیمی و راجع به اتفاقاتی که در این بامداد تهران و دیشب ریو گذشت در سالن وزن برداری بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. برای اونایی که تو اون صبح زود بیدار نبودن از ساعت 2:30 3:10 و بعد تازه وزنهای بهداد سلیمی شروع شد تا حول و حوش 4:30 اون اتفاقات 1:30 رو ندیدن، اجازه دو تا از سه تا مهمونمون اتفاقا در اون برنامه بودن، با جواد خیابانی به همراه آقای دکتر کیهانی جراح و پزشک معالج بهداد سلیمی. بریم تصاویر رو یه مرور بکنیم به صورت گذرا در ذیل آنچه گذشت، بعد در خدمتتون هستم. سه میهمان عزیز و ارجمند به جمع ما آمدند. جناب دکتر سهراب کیهانی فوق تخصص جراحی زانو، مردی که بهداد سلیمی رو به دنیای وزنه برداری بازگردوند. حسین توکلی قهرمان المپیک در المپیک سیدنی مدال طلا رو کسب کرد و محسن زارعیان کارشناس وزنه برداری و گزارشگری که در کنار ما هستن و با هم صحبت می‌کنیم. بهداد خب پارگی ربات صلیبی قدامی داشت، وظایف عضوی وظایف مینیسک داخلی به ها زایه سنگینی هست برای ورزشکار. یعنی هم مینیسک داشت هم رباتش پاره شده بود. دقیقا. و به حال با شرایطی که داشت و تایمی که ما داشتیم که بهداد رو بتونیم برگردونیم، خب تصمیم گرفته شد که به حال نوع عمل تعیین شد، از چه بافتی استفاده کنیم و چه وسایلی استفاده بکنیم و به حال این 7-8 ماه تحت نظر بود به حال یه تیم پزشکی کامل داشته بهش رسیدگی میکرد. چه اتفاقی رو پاش واقعا افتاده بود؟ حالا در اثر چی بود؟ در اثر تمرین بوده، فشار وزنه بوده یا اتفاق دیگه ای؟ نه، یه تصادفی حادثه بود. بهداد موقعی که حرکات دو ضربو میزد در حقیقت پاش روی تخته گیر کرد و این اتفاق براش افتاد. بله. یعنی باید همیشه در نظر بگیریم که سلامتی خودش رو به خطر انداخته. این یه چیزیه که شخصیه و باز خودش تصمیم گرفته. یعنی دلش میخواد که به خاطر شادی هموطنانش سلامتی خودش رو تحت تهدید قرار بده. سلامتیش رو به خطر انداخته و چون دلش خواسته الان اینجاست. ولی دو چراغ قرمز و یک سفید و داورا حرکت رو قبول نکردن. فضای کم ملتهب شد. چون حرکات خیلی نامتعادل تر و غیر نرمال تر از اینو از وزنه بردارا قبول کرده بودن تو همین مسابقات. اما بهداد آرومه. به چیزی فکر نمیکنه. باورش نمیشه که میتونن حق قوی ترین مرد جهان رو هم بخورن. ماشاءالله بهداد ثابت شد دیگه. دیگه ثابت شد. حرکت دوم دو ضرب 245 کیلو رو بهداد زد. سه چراغ سفید، سفید سفید سفید. ولی جوری رأی برگردون بوه تو حیرت همه تو سالن. همه هم دیگه یه رو نگاه میکنن، همه از هم میپرسن چی شد مگه نگه نداشت. بهداد میگه یکی بره اعتراض کنه. میخوان اعتراض کنن ولی زمان خیلی کمه، یه 2 دقیقه فقط مونده برای بهداد تا حرکت سومش رو بزنه و حذف نشه. عجله نکن، ضربه دوی محکم میفته بلند بهداد. بهداد سلیمی نشسته اونجا، نشسته رو زمین داره عشق میریزه. بهداد سلیمی دقیقا تو صحنه که مسابقات داره برگزار میشه بهداد الان رو زمینه. شاید یه اتفاق عجیب و غریبه دیگه تو المپیک. آقای مرادی رئیس فدراسیون اومده پیش توماش آیان داره باهاش صحبت میکنه، با رئیس فدراسیون جهانی، در حالی که بهداد رو زمینه اون صحنه. شاید هیچ جای دیگه نبینید همچین صحنه ای رو.
میز جوری به دالو از بهداد گرفت. بر عراقی و همسر آلمانیش روی اصلی صحبت سلیمی و مرادی و انوشیروانی هست. آیان با نماد المپیکی که به گردنشه گشت میزنه اطراف سالن. مرسی از همتون. شرمندتونم. شرمندتونم. مرسی. دیدیم چی شد. سلام و بریده آی آیان رئیس فدراسیون جهانی رفتیم اعتراض کردی. گفت من میدونم حق با شماست ولی کاری از دستم بر نمیاد. یعنی چی؟ یعنی نخواستن من مدال بگیرم. آخه زده بودی سه تا چرا راحتی؟ به همین راحتی هیچ کاریش نمیشد کردی اعتراض کنیم. خیلی اعتراض کردیم. کسایی که توی جوری نشستن شیخ جلود عراقی و زنش، دو نفر از اعضای جوری بودن که مخالف و دشمنای سرسخت آقای مرادی هم. سر انتخابات در این کلیه آسیا دشمن سرسخت آقای مرادی هم. چرا خودش و زنشو گذاشتن؟ چرا؟ اصلا قرار نبود چه اتفاقی بیفته. جوری رأی برگردون؟ بله جوری رأی برگردون به راحتی. ما رفتیم پیش آقای آیان هم اعتراض کردیم. خب من میدونم حق با شماست ولی کاری از دستم بر نمیاد. به این راحتی مدالم ازم گرفتم. میدونم که بعد مسئولیتت خیلی تلاش کردی این چند ماه شد. الان حست به خاطر اون تلاشایی که کردی دیگه الان حیف شده. خیلی خیلی بد وقتی کشیدم. شرمنده مردم شدم و شرمنده دخترم. دخترم 6 ماهشه، من 1 ماه هم نتونستم ببینم. هنوز حس پدری رو درک نکرده، نمیدونه پدر چیه. انقدر من زحمت کشیدم ولی به این راحتی عقم خوردم. خیلی خوب بودم، خیلی خوب بودم. یعنی شما دیدین یه ضرب واقعا خیلی بیشتر از اینا میتونستم بزنم ولی نابودم کردم. واقعا نابودم کردم. واقعا این ظلمی که اینا در سطح دنیا دارن انجام میدن که توی این صحنه‌های بزرگ شما دارید میبینید، روح جوانمردی اولمپیزم و اولمپیک رو دارن خدشه‌دار میکنن. خیلی آماده بودم، من هر چی بگم کمی نخواستم. کم کم حالش خوب شد، خوشو بش کرد با تماشاگرا، سلفی هم گرفت. اون میدونه که نهایت تلاشش رو انجام میده. چی شد آقای مرادی؟ شاید به خیلی از بیننده های ما سوالشون این باشه چی شد؟ چرا خطا گرفت وقتی سه تا چراغ سفید هست؟ من با خود رئیس فدراسیون جهانی تماشایان صحبت کردم، گفت جوری گفته برگردیم. خب این طبق مقررات جوری میتونه رأی برگردونه ولی وقتی داور اعلام کرده سه تا رأی درست و اتفاقا وزنه ای هم که زد درست بود، دیگه جوری داره اعمال نفوذ واقعا ورزش رو داره خدشه‌دار میکنه. این جوری نه تنها رأی درستی رو صادر نکرد بلکه لکه به نظر من تاریکی رو تو این ورزش برای المپیک ریو دو ژانیرو 2016 باقی گذاشت از خودش. اینا اصلا جوریشون انگار کسایی هستن که حالا اصلا با فدراسیون ما مشکل دارن. بعضی از اینا اصلا تا دیروز تکنیکال کنترلر بودن، اصلا طبق مقررات نباید بیان مثلا برای جوری، ولی ما اومدیم دیدیم جوری ترکیبش امروز
تغییر میکنه و این تصمیماتی که اینا دارن میگیرن واقعا نشون میده روح ورزش رو دارن دچار مشکل میکنن. با تماشایان صحبت کردی خودتون؟ من با تماشایان اعتراض کردم، گفتش که رأی جوری منم نمیتونم کاری بکنم. جوری رو من رفتم برخورد کردم، میگن این خطا بوده، در صورت که این خطا نبود. یعنی خیالت راحت کنم تا چند روز خوابم نمیبره. پایان کار ما تو وزنه برداری تو این سالن با دو مدال طلا، یه رکورد المپیک برای بهداد سلیمی و کلی درد دل برای کسی که رباتش پاره شد، زانوش مصدوم شد، ولی خب حقش رو ندادن. بله، دیگه هم تصاویر مربوط به سالن. ما همراه آقای سلیمی عزیز، آقای مرادی و آقای انوشیروانی هستیم، چون دوستان هم جلسه ای رو خواهند داشت که قرار هست اونجا حضور داشته باشن، و همین که بهداد سلیمی و